رژیم ایران باید آنقدر عقب نشینی کند تا آمریکا راضی شود. اروپایی ها هم ناگزیرند مجازات های آمریکا را در نظر بگیرند. مصاحبه العربیه با دکتر حسن هاشمیان. دکتر حسن هاشمیان تحلیلگر سیاسی در واشنگتن به العربیه گفت اروپایی ها و به ویژه شرکت های اروپایی مشکلات اساسی در رابطه با تحریم ها دارند. شرکت زیمنس آلمان اعلام کرد فعالیت های اقتصادی و تجاریش در ایران را متوقف می کند و چه بسا که طی هفته های آینده شاهد خارج شدن آن از ایران باشیم. همچنین شرکت اینی ایتالیایی فعالیت هایش را در ایران متوقف کرده. قبل از آن شرکت فرانسوی توتال به همین گونه عمل کرد. برای دولت‌های اروپایی سخت است که بتوانند به شرکت‌هایشان فشار بیاورند تا سرمایه گذاری‌هایشان در ایران را ادامه دهند، به خاطر اینکه مجازات‌ها علیه آنها عمل می‌کنند. رئیس بانک مرکزی رژیم ایران و مسئول امور خارجی این بانک مشمول تحریم‌ها شدند. در این مرحله دولت‌های اروپایی نمی‌توانند به شرکت‌هاشان فشار بیاورند که در ایران باقی بمانند. ما باید منتظر باشیم ببینیم رژیم ایران تا چه حد می‌خواهد عقب نشینی کند. دیدیم که یک مقام روسی به عنوان همپیمان این رژیم صحبت از عقب نشینی‌های رژیم ایران می‌کرد. البته فکر می‌کنم آمریکا از میزان عقب نشینی‌های رژیم ایران راضی نیست. به همین دلیل مجازات‌های جدید علیه رژیم ایران اعمال کرد. آمریکا می‌خواهد بگوید از مذاکرات جاری در اروپا و عقب نشینی‌های رژیم ایران راضی نیست. ایضاً غیر راضی عن المفاوضات الجاریه فی اروپا و المحاولات الایرانی.